Mano, mada, je nás to farama i musel mu já se důležko na... خب خوبید امیدوارم که حالا همتون خوب باشه من سعی کردم که کامنت ها رو یه لحظه صبر کنید سعی کردم که کامنت ها رو فعال کنم نمیدونم فعال شده یا نه اما اگه فعال نشده بود حتما بعدش چک میکنم که کامنت ها رو فعال کنم که شما میتونید نظرتون رو بنویسید اگه چیزی رو متوجه نشدید یا یک نقطه چیزی بود حتما واسم بنویسید خب ساعت 5:30 کلاس رو شروع کنیم فقط این که امیدوارم که جلسه پیش خونده باشید که جلسه دوم خوب بتونید فالو کنید بدونید که کلاسمون چطوری میره جلو کلاسه یک رو حتما خونده باشید میگم که بکم انا اوکیه ویدیو اوکیه خب بچه ها جلسه اول بیشتر تمرکزمون یعنی چیزی که خوندیم چی بود تلفظ ها بود بعد دیگه چی خوندیم الفابیت رو خوندیم، حروف الف با رو خوندیم، پرونونچا رو خوندیم، تلفظا رو خوندیم، بعد دیگه نومی، یادتون باشه مسکیله ها، فمینیله ها، سینگولاره، پلوراله ها، بعد دیگه چی خوندیم؟ پریمی کنتاکتی، اولین برخورد، چاو، بونجورنو، آریویدرچی، بوناسرا، اینا رو خوندیم. خب، این بیس زبان ایتالیایی بود، دیگه بیس بود. که حالا نیاز هستش که ما بتونیم بریم جلو بتونیم که بقیه درس رو بخونیم خب بریم ادامه درسمون رو بدیم ادامه درسمون لینک پاورپوینت که درست کردم پاورپوینت نیست البته الان پی دی اف لینک پی دی افی که درست کردم براتون گذاشتم از ویدیو یکم میتونید الان چیزو دانلود کنید دیگه کتابو میتونید دانلود کنید برید تو ویدیو یکم کتابو دانلود کنید که اگر یه وقت کیفیت خود ویدیو خیلی خوب نبود حداقل کتابو خودتون پی دی اف رو باز کنید بغلش بذارید که اگر میذارید بد بود چیز کنید خودتون فالو کنیدش خب بریم من جلسه دوم هست ولی هنوز با این نرم افزاری که میبینید که میاد چیزو توضیح میده هنوز یکم آشنایی ندارم ولی خب اوکی خب بکنم درست خب من پاورپوینت هم رو باز میکنم پی دی اف هم رو باز میکنم چیزی که سری پیش دیدید این بود دیگه لکسیون شماره 1 بود که ما الفابت رو خوندیم، پرونونچا رو خوندیم، نومی جنر رو خوندیم. اینو شما الان توی ویدیو شماره 2 می‌بینید که البته بیشتر از درس 1 و درس 2 هستش. من درس‌های دیگه هم توش گذاشتم. ببینید لکسیون 2، لکسیون نمره 2 بعد لکسیون شماره 3 هست و لکسیون شماره 4 هم هست. آپلودش کردم واسهتون که خودتون حالا یه نگاه بندازید بهش. که ببینید حالا چیزایی که تا جلسه دیگه میخوایم درس بدیم چیه که یه ذهنیت کلی داشته باشید از اینکه چی میخوایم اصلا بریم بخونیم ولی خب چیزی که ما الان میخوایم اینه پرونون چه خوندیم نو میخونیم پریمی کنتاکتی رو خوندیم لکسیون نمره 2 درس شماره 2 درس شماره 2 حالا من مسلمه فقط نکته های گرامری رو اینجا مینویسم بعد کنارش با چی داشته باشیم کتابو داشته باشیم خب چیزی که امروز میریم میخونیم یه ورب و اسره اویره هست که ببینید خط اول درشه ورب و اسره اویره ورب و کمرسی اجتیوی پوسسیوی اینا گرامره هستش که ما امروز میریم میخونیم ورب و اسره میشه فعل بودن ورب و اویره میشه فعل داشتن دو تا فعل فوق‌العاده مهمه چرا اصلا مهمه؟ به خاطر اینکه یک زیاد ازش استفاده میکنیم داشتن و بودن ها و یه چیز دیگه که باعث میشه که ما این برامون اهمیت داشته باشه به خاطر اینکه وقتی ما میخوایم چند جلسه دیگه بریم گذشته ها رو درست کنیم پساتو پراسیما که بهش میگن باید از این دو تا فعل استفاده کنیم برای این تسلطمون روی این دو تا فعل خیلی باید بالا باشه یعنی سریع باید بفهمیم
مثلا من اگه بگم سونو شما میدونید که اولین شخص مفرده، اگه بگم ا میدونید سوم شخص مفرده. پس اینو خیلی خوب باید تسلط داشته باشیم. ولی با کمر سینا میده شدن میخوایم شروع کنیم یواش یواش اسم من هست، اسم تو چی هست، من هستم، اینا رو یواش یواش یاد بگیریم بیسیک زبان. و ادجکتیو پوسسیو زمیرهای ملکی، زمیرهای ملکی مثل شما، مال من، مال تو، مال او. پس این خلاصه هست از چیزی که من امروز بخوام بریم یاد بگیریم. خب پس اینو بذاریم کنار، بریم کتاب رو باز کنیم. کتاب بذار ببینیم اصلا کجا هست. من اینا هاشش درسته؟ آره. خب اینو نه، اینو میخوام باز کنم. خب کتاب، کتابی که من ازش میخوام درس بدم نوو اسپرسو هست، اسپرسو جدید. خب خیلیاتون دارید اسپرسو قدیمی، بعضی شاید سوال بپرسن خب من قدیمیه رو دارم، خب اشکال نداره، ویدیو یک میتونی بری زیر، لینک دانلودش هست، میتونی بری راحت دانلود کنی. ولی این و اگه چیزی که هست، کتاب یک با کتاب قدیمی با کتاب جدید یه تفاوت‌هایی داره، برای همین یکم شاید اگه از کتاب قدیمی استفاده کنید شاید یکم براتون سخت باشه. خب میریم درس رو شروع میکنیم، میریم کتاب رو باز میکنیم. ببینید هر درس یک خلاصه ای داره. صفحه اول یک خلاصه ای داره از چیزی که ما کلن تو کتاب تو این درس میخوایم بریم بخونیم. برای همین من چیکار میخوام بکنم، درس رو که یاد میدم، درس که تمام میشه بعد شما باز دور بیارید صفحه اول رو نگاه کنید، یه ریویو کلی. ریویو کلیش چیه؟ میاد اون جمله های کلیدی، حالا همشون نیست، حالا جمله های کلیدی، یه سری از گرامرها رو اینجا بهتون میگه و یه سری کلمه هایی که بخواید مرور کنید و بهتون میاد توی این قسمت وکابولاریو اسپرسو میاد به شما دوره میکنه واسه تون. بدی نیست که وقتی درس رو خوندید بیاید با دوباره یه نگاهی به صفحه اول بندازید. یه کلیتی، یه داستان، یه توضیح کلی هم در مورد کتاب بهتون بدم. کتاب 10 تا درسه، معمولا به طور میانگین 2 جلسه 3 جلسه بستگی به کتاب داره و بستگی به درس داره و بستگی به تمرین کردن خودمون داره، طول میکشه تا ما یک درس رو تموم کنیم. و اینکه خلاصه شده از گفتم صفحه اول گرامر و وکابولاری و کلمات هستش، بعد درس هست، باز دوباره صفحه آخر باز دوباره یک خلاصه از گرامر هستش که شما میتونید باز دوباره برید اونجا دوره بکنید. خب بذارید اینو اوکی، اینجوری بهتر میگن، اینجوری بهتر. خب یه پارتی از درس حالا بهتون نشون بدم، این درس شروع میشه میرین جلو و اینا، یه پارتی از درس که آخرش هست شما میبینید، حالا کسایی که با آشنایی هستن با کتاب ندارن ببینید، نمیشه کومونیکاسیونه ای گراماتیکا، گفتم خلاصه گرامره، شما خودتون میتونید دوره کنید وقتی که من درسم. یه پارتی از ویدیو کورسو، این ویدیو کورسو چی هن؟ نمیدونم فایلاشو دادید یا نه ولی باز میذارم برای دانلود. ویدیو کورسو چیه؟ خودتون تو خونه باید کار کنید برای تمرین. بعضی وقتا بچه‌ها میگه اینو کار کنیم مثلا تو کلاس، ولی این همش مختص میشه که من به شما بگم، ولی این ویدیو کورس ها باعث میشه که شما هم یه ذره تمرین کنید، هم یه سری ویدیو داره، هم یه سری لیسنینگ داره که برید کم کم یه ذره خودتون کلنجار برید ببینید اصلا داستان، ببینید می جا خالی داره، عشان میتونید برید جا خالیش رو پر کنید، تمرینا رو حل بکنید، دوره میشه از اون درس. خیلی خوبه اینجوری یه ذره شما هم با یه ذره زبان کرنجار میرید. وقتی که متوجه نشدید یا براتون سخت بود بیاد از من سوال بپرسید. یه چیزی هم بهتون بگم تا یادم نرفته، بعد دیگه بریم کلاس رو شروع کنیم، قول میدم تا یادم نرفته، من توی این ویدیو فکر کنم نه ولی تو ویدیو اول پایین هم ایمیلم رو زدم، هم اینستاگرامم رو گذاشتم، هم تلگرامم رو گذاشتم، آدرس تلگرامم رو گذاشتم. الان که تعدادمون کم هست میتونید برام تمرینایی که میفرستید و ایراد دارید و تو اینستاگرام شاید کم سخت باشه ولی توی تلگرام برام وایس بدید، برام بگید مثلا من تمرین رو حل کردم اینه،
خوبه درسته غلطه این روش درسته الان که در تعدادمون کمتره خیلی راحت هم میتونم اینو هندل بکنم خوبه اینجوری هم در ارتباط هستیم که با همدیگه این زبون رو ببریم جلو هم که شما هم تمرین بیشتر زیر موتیویت میشید که بیشتر بخونید خب پس حالا من تو ویدیو هم قاعدتا باید بذارم که دیگه هر کس نره ویدیو اول رو ببینه ولی یادم رفت اما خواستم آپلود کنم میذارم حتما که شما بتونید ببینید خب بسته حرف بریم سراغ کتابه خب همونجور که دیدید تیتر درس اولمون هست پریمی کنتاکتی یادتونه از ویدیو اول از جلسه اول پریمی کنتاکتی گفتیم برخوردهای اولیه سنومنی کردنهای اولیه ببینیم چه جوریه من یه چیزی حالا درست کردم براتون ولی خب کتابم بریم ببینیم چی میگه میگه نمره اونو میگه چاو او بون جورنو چاو سلام یا روز بخیر پس او میشه یا چاو او بون جورنو ببینید که اینجا یه سری تصویر هست که داره بهمون یاد میده تفاوت ها رو میبینید نوشته بوناسرا سینیورا روز بخیر خانم پس محترمانه است بخشی بوناسرا است بخیر خانم بوناسرا سینیورا بعد جواب میشه چی؟ بوناسرا دکتوره است بخیر دکتر بوناسرا وقتی شما این نفر به شما میگه بوناسرا شما محترمانه باید جوابش بدید مگر اینکه حالا اختلاف اختلاف سنی زیاد باشه پیش میاد من به پروفسورم یا به یه شخصی که دکترم حالا به هر کی میگم بوناسرا دکتوره بوناسرا پروفسوره طرف میگه چاو اون حقشو داره چون اون از نظر سنی و نظر لول بالاتره میتونید این کار رو بکنید خب یه وقت ممکنه هم بگه بوناسرا یا بگه بونجورنو حالا اون خیلی چیز نیست ولی تعجب نکنید کسی که سنش بالاتر یا مقامش بالاتر هستش میتونه این کار رو بکنه خب بوناسرا سینیورا بوناسرا دوتوره نمرو دوه ایمجینه نمرو دوه کم کم یه ذره ما ایتالیایی چیز کنیم نوشته چاو آنا میگه پس دوستاز میگه سلام آنا جواب چیه؟ چاو جورجو حواستون باشه جورجو شما حتما شنیدی جورجو آرمانی رو خب ایرانی ها چجوری میگن؟ میگن جورجیو نه جورجو جورجو خب پس چاو جورجو چاو آنا کاملا دوستاز میگه که دارن با هم دیگه روبوسی میکنن چاو پاولا او چاو فرانچسکا او سلام فرانچسکا این اوه داره خیلی دوستانه ترش میکنه او استفاده میکنن ای استفاده میکنن ای چاو فرانچسکا ای نمیدونم آنیا پس بعضی وقتا این ای میتونه جایگزین حتی چاو باشه او چاو فرانچسکا او سلام فرانچسکا خیلی دوستانه نمره 4 ایمجینه نمره 4 بونجورنو پروفسوره طرف میگه بونجورنو بونجورنو پروفسوره بونجورنو بعضی وقتا علاوه بر اون که اختلاف لولی که به تو میگفتم معمولا ما باید حتما بگیم بونجورنو پروفسوره بونجورنو دوتوره این احترام داستانو بیشتر میکنه اونم طبیعتا نمیگه مثلا بونجورنو آنیا میگه بونجورنو پس اسم اون دیگه نمیگه ما ولی برای احترام بیشتر میریم اون اسمو حتی میگیم بونجورنو پروفسوره بونجورنو پروفسورسا مؤنثش بونجورنو دوتوره بونجورنو دوتورسا مؤنثش خب اینو تمرین کنید چاو بونجورنو بوناسرا آریویدرچی سالوه اینا خیلی مهم هست اوکی خب پس این تفاوت‌های سلام کردن توی زبان ایتالیایی برای موقعیت‌های متفاوت و برای شخصیت‌های متفاوت. پاجینا 7 صفحه 7 پاجینا 7 نمره 2 میگه سکوزی سکوزی یادتونه اس ایتالیایی بگیم اس وقتی بین دو تا وکال میومد صدای ز میداد پس سکوزی لی کومی سی کیاما ببخشید شما اسمتون چیه؟ لی کومی سی کیاما لی کومی سی کیاما شما اسمتون چیه؟ حالا میرسیم به این نکته که اسم شما چیه؟ اسم من چیه و اینا حواستون باشه و این پارت دوم میگم فقط این قسمت سکوزی سکوزی میشه ببخشید
توی حالت محترمانه. یعنی من اگر به یکی بخورم یا میخوام یه چیزی رو بگم توی حالت محترمانه، میام چیکار میکنم؟ میام میگم سکوزی، برده من کو اینجاست. میگم سکوزی مثلا سینیورا، ببخشید خانوم. توی حالت دوستانه میگم سکوزا، مثلا سکوزا مارکو، ببخشید مارکو. تفاوت داره، همون جوری که بهتون قبلا گفتم توی زبان ایتالیایی رعایت کردن اینا خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگه بخواید درست صحبت کنید باید اینا رعایت بشه، به خاطر که یک کوچولو هم ایتالیایی ها رو این قضیه یکم حساس هم. ولی اگه دارن بینن طرف خارجیه یا مثلا خب خیلی اینو ممکنه که اشتباه کنن، حالا خیلی چیز نمی کنن، حالا خیلی به دل نمی گیرن، ولی سعی کنیم که رعایت کنیم. پس محترمانش میشه سکوزی. میبینیم من با یه سینیور هم نوشتم که علامت تعجب هم میذاره و خیلی خوشم از این با سینیور آوردم که بدونید که پس این محترمان است. و سکوزا مارکو، با مارکو آوردمش که بدونید این دوستان است. پس این فرماله هست، اوکی، فرماله محترمان است. این این فرماله هستش، غیر محترمان یا دوستان است، اوکی. خب پس این تفاوت بین سکوزی هاست. لی کومی سی کاما، اسم شما چیه؟ خب نمره اونو، دیالوگو نمره اونو میگه چاو سونو والریا ای تو کومی تی کیامی؟ البرتو. ای تو؟ ایو چچیلیا. میگه چاو، سلام، سونو والریا، هستم والریا، فعل بودن که الان بهش میرسیم. Sono Valeria, Valeria hastam. E tu come ti chiami? Va to. Come ti chiami? Esmet chie. Mi vedi dostanas. Un bala shoma dashti. Lei come si chiama? Shoma esmet un chie. Inja darim tu come ti chiami? To esmet chie. Mige Alberto. Dore esmesho mige. Muzakkare o muannas? Muzakkar. Chon ba o tamam shode. Okay. پس البرتو اسم پسره. میگه البرتو ای تو و تو، ایو چچیلیا، من چچیلیا. پس چند تا چیز مهم یاد گرفتیم. سونو میشه هستم، ای میشه و، بالا دیدیم او میشد یا، حالا بالا نمیرم. تو، تو، کومی تی کیامی، اسمت چیه؟ ایو، من چچیلیا. خب پس این مکالمه اول یک مکالمه کاملا این فرماله، چون میبینید از چاو استفاده کرده، از تو استفاده کرده، پس کاملا این فرماله هستش. نمره دوه، بونجورنو سونو جوانی، 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 جیو نخونیدا، جوانی موتی، پیاچره کارلو دی جولی، فرماله، چون میگه روز بخیر، هستم سونو، اونم دیدی میگه سونو والریا، سونو هستم جوانی موتی، جوانی اسمشه، موتی فامیلیشه. پیاچره خوشبختم، پیاچره ام نایس تو میت یو، وقتی دست میدی میگی پیاچره. کارلو دی جولی اسمو فامیلشه، کارلو دی جولی. نمره 3، دیالوگو نمره 3، سکوزی، نه خیلی پایین، سکوزی لی کومی سی کیاما، تو تیتر داشتی، ببخشید اسم شما چیه؟ فرانکا گوچی، فامیلی خیلی با کلاسی هم داره، گوچی. ای لی و شما، انکیو می کیامو گوچی، پاولا گوچی. خب اسم شما چیه؟ میگه اسم فرانکا گوچی هست و شما، ای لی، انکیو میشه همچنین من، انکیو. خب انکیو ترکیب هستش از کلمه انکه به علاوه، سب کنید، به علاوه ایو.
هم که میشه همچنین، ایو میشه من. که اینا وقتی با هم دیگه ترکیب میشن، بچه ها حواستون باشه که وقتی یک کلمه ما با وکال تموم میشه، اینجا میبینید انکرا با ای تموم شده بس وکال هست، و کلمه بعدیمون با وکال شروع میشه، گفتن این کلمه یکم سخته. یعنی تو حالت تند گفتن میان چیکار کنم، انکیو یه ذره سخت میشه. پس به چه اتفاقی میفته؟ حواستون باشه وقتی دو تا کلمه باشه ها، یکی با وکال تموم میشه، یکی با وکال شروع میشه، این وکال اولی حذف میشه کاملا اینجوری، من ایشو حذف کردم، به جاش یه دونه اپاسترفو میذارم ایو، یعنی به جای ای من ای رو حذف کردم، یه اپاسترفو گذاشتم شده انکیو، و اینو انگار یه کلمه شما میخونید. اصلا کاری نداشه اپاسترفو هست، ولی ما از نظر دیکتهی غلط دیکته هست، باید اپاسترفو رو بزنیم. کلمه هم که دارم میگم اسمش از اپاسترفو، اپاسترفو رو باید بزنیم و کلمه بعد رو بهش بچسبونیم و جزو یه کلمه میخونیم، میشه انکیو همچنین من. پس میگه انکیو میکیامو گوچی، اسمم هست میکیامو گوچی، پاولا گوچی. اون اسمش فرانکه، این اسمش پاوله. نگاه بکنید، فرانکا اسم مؤنثه، پاولا اسم مؤنثه، چیچیلیا اسم مؤنثه، البرتو اسم مذکر. من یه سوال بپرسه بچه ها، جوانی نه او گرفته نه ا گرفته، استثناءه. ما چند تا اسم استثناء هم داریم، حالا کم کم باشون برخورد میکنیم. جوانی اسم مذکره. نمره 4 میگه لا سینیورا جنوویزی، میگه خانم جنوویزی، داره سوال میپرسه میگه شما خانم جنوویزی هستید؟ میگه سی سونو ایو، بله سی سونو ایو، خودم هستم. اگر بود ایو سونو میشه من هستم، برعکسش فعل اومده بعد فاعل اومده میشه خودم هستم، سونو ایو. الی ال سینیور، و شما هستید، همینا رو الان بهتون میگم و تعجب نکنید، و شما هستید آقای رگاتسی، فامیلیش رگاتسی هستش، مارچلو رگاتسی، اسمش مارچلو، او گرفت اسم پسره، رگاتسی فامیلیش. خب ببینید تو این همین یه ذره متن کلی نکته های مهمی هستش که ما باید بلد باشیم. خب اینم بهتون میگم اوایلش خیلی سخته، هر زبانی یاد گرفتن اولش خیلی خیلی سخته به نظر من، به خاطر اینکه آشنایی با اون زبان نداری، خیلی مطالب رو باید یاد بگیری، خیلی نکته های زیادی داره، همه اینا باید تو ذهنت کاملا کار بکنی تا به یه نتیجه برسی. بعد که یه ذره میری جلو، یعنی مثلا به درس 4 به درس 5 که میرسی، خیلی این راحت تر برات میشه، به شرطی که بخونی ها، یعنی اگه نخواهی بخونی تا درس 5 هم اگه بری اصلا همونجوری میمونه، ولی اگر آروم آروم با این کلاس های با هر کلاسی دیگه خودتون بخونید، آروم آروم بخونید و خوب بخونید، باور کنید مثلا به درس 4 و 5 دیگه شروع میکنید کم کم جمله ساختن، کم کم یه سری چیزها رو گفتن، اون دیگه واقعا واقعا بستگی به نوع خوندن خودتون داره. ولی جلسات اول خیلی جلسات سختیه، میدونم کاملا درک میکنم، اما نیاز هستش که یه سری چیزهای بیسیک رو باید بدونید، باید بلد باشید. خب اینا یه سری نکته های خیلی خیلی مهم هستش. میریم سراغ پاورپوینتمون، پی دی افمون که مثلا پاورپوینت بود. میریم سراغ این، نه این نه. اسم نمره 2 که گفتم وربو اسرابره، وربو کمرس، اجتیو پوسسیو. حالا نمیدونم اجتیو پوسسیو ما امروز بهش برسیم، اگه نه که حالا جزو پاورپوینتتون هست. ببینید وربو اسره و وربو اویره، فعل بودن و فعل داشتن. ببینید من اینجا نوشتم ایمپورتانته، من میخونم از روش ایتالیایی بعد براتون ترجمه میکنم، میگم نوشتم ایمپورتانته، ricordate che questi due verbi sono molto importanti perché per formare il passato prossimo li andiamo ad usare, quindi imparateli molto bene.
نوشتم که حواستون باشه این دو تا فعل خیلی فعل مهمی هن. چون علاوه بر اینکه حالا اینو نوشتم ولی علاوه بر اینکه زیاد استفاده میکنیم برای پاساتو پروسیمو ما از این دو تا فعل استفاده میکنیم برای گذشته ساده، برای همین خیلی 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 خوب اینا رو باید یاد بگیرید. خب صرف این دو تا فعل چیه؟ صرف این دو تا فعل برای جلسه بعد باید خوب خوب این دو تا رو حفظ کنید. essere avere بودن داشتن. صرفش چیه؟ بعد من خودتون تو خونه تکرار بکنید. خب sono sei e این e از ته گلو میاد. e siamo siete sono اولی با دومی شبیه همان. سونو اول و سونو دوم، سونو اولی و سونو آخری شبیه هم. پس میشه هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند. سونو، سی، ای، سیامو، سیت، سونو. بر با اوره، یادتونه جلسه اول بهتون گفتم اچ خونده نمیشه؟ اوکی. این هست. او، ای، ا، ابیامو، اویته، آنو. میبینیم مثلا هی نمیگم، نمیگم ها های، نه. او آی آ ابیامو اویته آنو. پس این صرف داشتن میبر و بودن هستش. خب که تو خود متنم اگه نگاه کنید مثلا اینجا میبینید نمیشه سونو، اینجا هم هست سونو والریا، خودتون رو معرفی کنید. چاو سونو آنیا، چاو سونو سارا، چاو سونو مارکو. پس سونو میشه هستم. اوکی. خب این اینجا شما، من یکم زومم میکنم، ببینید اینجا ببینید یه ای هست، ای ای معمول، یه دونه ای هست، ای اتای گلو میاد، یعنی اینجا ما داریمش. خب این دو تا تفاوتش چیه؟ میگه یکی بعضی روش خب یکیش با خطه، یکیش بدون خطه. ببینید این ای بدون خط که بهش میگن اچنتو به معنی و هستش. و این ای با خط با اچنتو به معنی بودن، یعنی هست. خب ببینید کوشش این از ورب و اسره میاد بودن، هستم، هستی، هست. اون وای خالیه. برای همین تو ترجمه میگیم سی سونو ایو، خودم هستم. حالا این ضمیرها رو هم بهتون میگم. الی ا و شما هستید آقای، الی ا ایل سینیور، ای ا. این تلفظش خیلی مهمه چون وگرنه طرف نمیفهمه شما دارید چی میگید. ای ا. خب این معرفی کردن هستش، معرفی کردن ها. و تو این درس ما اسمت چیه رو یاد گرفتیم که تو این پاورپوینت شما صفحه بعدی ورب کمرسی رو دارید. کمرسی میشه نامیده شدن. کمرسی ببینید چون فعل خیلی مهمیه همون جلسه اول معمولا همه میگن نامیده شدن و. ولی از نظر گرامری یه ذره گرامری پیچیده ای داره. حالا کسایی که یه ذره جلوتر رفتن با زبان میفهمن منظور من چیه. چون اینا بهشون میگن افعال انعکاسی و بی ریفلسیوی، یکم داستانش پیچیده است. ولی اینو حفظ بکنید چون زیاد استفاده میشه، ما مجبوریم که اینو همون جلسه اول و دوم یاد بگیریم. صرفش به چه صورتیه؟ برو با کیامرسی صرفش هست می کیامو، تی کیامی، سی کیاما، چی کیامیامو، وی کیاماته، سی کیامانو. پس نامیده شدن. من میتونم بگم سونو آنیا که میتونم بگم می کیامو آنیا. یه معنیش هست هستم آنیا، یه معنی دیگه هست اسمم هست یا نامیده شدم آنیا. پس فرق آنچنانی نمی کنه برای معرفی کردن. اما برای سوال پرسیدن
شما برای سوال پرسیدن که اسمت چیه فقط یک کمه که اینجا وسط رو نوشتم، یک کمه اولش میارید. کمه به معنی چگونه، چطور. کمه تیکیامی، میبینید کمه تیکیامی، چگونه نامیده شده ای، اگه بخوام تحت لفظی فارسی بگیم چگونه نامیده شده ای، کمه تیکیامی. جواب میکیامو آنیا، یا میتونید بگید چی سونو آنیا، میکیامو آنیا سونو آنیا. کمه سیکیاما، اسم او چیه، سیکیاما، یا اسم شما محترمانه، الان میگم نکتش چیه. شما اسمتون چیه یا او اسمش چیه؟ میگم سیکیاما نامیده شده سارا، سیکیاما سارا. کمه تیکیامی، میکیامو آنیا. کمه سیکیاما، سیکیاما سارا. ببینید توی زبان، یه پرانتز، توی زبان ایتالیایی بریم سراغ این، خب 6 تا داریم، 6 تا صرف داریم مثل زبان فارسی. خب فقط همونجوری که بهتون گفته بودم، ما احترام گذاشتن توی زبان ایتالیایی خیلی مهمه. مثل زبان فارسی ما یه تو داریم، یه شما داریم که هر دوشون همون دومی شخصن، یعنی داریم خطاب میکنیم به یه کسی که روبرومون هست، ولی تو حالت دوستانش، شما حالت محترمانش. این اتفاق تو زبان ایتالیایی هم میفته، فقط با یه تفاوت کوچیک. تفاوت کوچیکش اینه که سونو اولین شخص، سی دومی شخص، یعنی به معنی تو. ا دو تا حالت داره، یا میتونه سومی شخص باشه به معنی او، مثل هی و شی تو زبان انگلیسی، هم میتونه دومی شخص محترمانه باشه. متوجه شدید چه جوری دیگه؟ پس هم میتونه سومی شخص باشه به معنی او، هم میتونه به معنی شما باشه. ولی ما همیشه برای حالت محترمانه از سومین حالت فعل استفاده میکنیم، همیشه از سومین حالت اسم. برای همین اینجا سیکیاما، سومین حالت، بهتون گفتم هم میتونه باشه اسم او چیه، هم میتونم بگم اسم شما چیه. پس حواستون باشه، ببندمش، حواستون باشه که سومین حالت هم میتونه شما، هم میتونه او باشه. خب برگردیم سراغ کتابمون. خب یه چیزی رو که الان یادم افتاد که ننوشتم واسهتون تو اون پاورپوینت، حالا اضافه میکنم، میذارم برای دانلود که خودتون اضافه کنید، ضمیر هاست. ضمیر هایی که من، تو، او، ما، شما، ایشان، اینها ضمیر هایی هستش که من باید مینوشتم. خب پس الان می نویسم واسهتون، شما توی یک برگه یا جایی بنویسید که داشته باشید. حالا من میام براتون تو پاورپوینت اضافه می کنم. خب من میام بنویسم ضمیرها، پرونومی. من میشه ایو، من ایو. تو میشه، یه چیزی بگم کوچیک بنویسم چون یه نکته داره، ایو. تو میشه تو، خودش میره بزرگ میکنه، مشکل اینجاست. حالا او مذکر، مثلا همون هی بگیم، خب میشه لوی. اینجوری بگه، آها اینجوری برم دیگه بزرگ میکنه، نه بزرگ میکنه. حالا این میشه چی؟ همون هیه، لوی، ولی ال کوچیک داره و من نمیدونم باید چی کارش کنم که نه این میره اینو بزرگ میکنه. حالا بچه ها ال کوچیک داره، خب چون یه نکته داره. لی به معنی شی، او. بعد ما یه دونه لی داریم با ال بزرگ، حالت تو محترمانه هستش. یعنی چی؟ چرا ال بزرگ؟ ما که توی تلفظ فرق نمیکنه این لی با ال کوچیک یا لی با ال بزرگ، تو تلفظ فرقی نمیکنه، توی نوشتن. ما وقتی یه ایمیلی میخوایم بنویسیم، یک مسیجی میخوایم بنویسیم، میخوایم بگیم شما
باید علمون بزرگ باشه، حالت محترمانه باید باشه، برای حواستون باشه تو نوشتن. بعد داریم نوی، ما، وی، شما، لورو، آنها. پس ایو، تو، لی یا لی با ال کوچیک، خب میخوان که ال کوچیک بکن، اینجاست، اینه بکنم لاور کیس باشکت. خب پس ایو، تو، لوی یا لی، لی محترمانه، نوی، وی، بعد چی؟ لورو، آنها، من، تو، او و همچنین شما، ما، شما، ایشان. پس اگه من بخوام بگم من هستم میشه ایو، سونو، آنیا، یا ایو می کیامو آنیا. چیزی که هست توی زبان ایتالیایی مثل زبان فارسی، میتونیم ما زمین رو نیاریم. ما تو فارسی میگیم که من میرم، که میتونم بگم میرم. تو زبان ایتالیایی هم همینطوره، ما زمین رو میتونیم بیاریم، میتونیم نیاریم، دل بخواهیه. حالا اینجا میخوام بگم او، او مذکر هستش، مارکو میشه چی؟ لوی. من توی این لپتاپم، چون پاورپوینت رو وقتی داشتم درست میگم توی اینکه لپتاپم بود، این توی این لپتاپ من کیبورد ایتالیایی فارسی دارم، کیبورد ایتالیایی ندارم. من این اچنتو هستش، اینی که اینجوری کجه، این اینه. شما به بزرگی خودتون ببخشید، من ندارمش. لوی ای مارکو، لوی ای مارکو، او هست مارکو. یا لی ای ایتالیانو، شما ایتالیایی هستید. لی ای ایتالیانو، سومی شخص نمیخوام بگم، تو محترمانه. لی ایتالیانو، شما ایتالیایی هستید. پس ببینید یه تفاوتی که هست، گفتیم فعلو توی سومی شخص محترمانه میکنه. اوکی، من هی دست حواسم پرد شده حقیقتاً، چون میدونید الان تایم کرونا ویروسه و همسایه‌مون اومده بود داره آهنگ میخونه، اومده تو تراس و این رسه حواسم پرت شده باشید. خب پس متوجه شدید دیگه، امیدوارم که این فعل بودن، این فعل داشتن و اینم فعل نامیده شدن هستش که میتونید از این بعد ازش استفاده کنید. خب بریم سراغ ادامه یه درسمون. ببینید اینجا باز دور خودش داره میگه مهمه اونه که تو کات هستش و حواستون باشه بیشتر تکرار کنید. اسر کمرسی نامیده شدن. خب بچه جلسه پیش ویدیو یک شما چی خوندید؟ الفابیتو. الفابیتو خوندید که بتونید از اون اسپل کردن یاد بگیر. مثلا من اسمم هست آنیا، میشه آ ان ای آ. این الفابیتو ایتالیانو هستش که بلدید، نیازی به تکرار کردن نداره، سرتون درد نیاره. نمره 3 میگه چی کومه چاو، چی کومه چاو، چی مانند کلمه چاو. الان سوال براتون پیش اومد، چرا پس کومه اونجا، یعنی اینجا شد چگونه، چطوری، بعد الان میشه مثل. اوکی، چند تا معنی داره. خب هم به معنی مانند مثل لایک انگلیسیه، هم به معنی چگونه، چطور. پس دوتا معنی داره. بریم چند تا کلمه ایتالیا یاد بگیریم. یه همش هم گرامر بسته دیگه. خب نمره 1 کافه، همه تون میشناسید دیگه، ایتالیایی هم خیلی به این قهوهشون حس خیلی چیزی دارن. اولین کلمه که میگن باید یادم بگیرید کافه هستش. پس کافه، قهوه، کافه، که حالا خودش یه فرهنگی داره ایتالیا، قهوه و فلان و اینا، که بعد حالا کم کم اونا رو حالا کم کم یاد میگیریم، غذا و نمیدونم نوشیدنی ها و فرهنگ غذا خوردن و این داستان ها.
Numero due, piacere. پیاچره میشه خوشبختم. ولی یه پرانتز باز کنید گوشه ذهنتون باشه. یه معنی دیگه هم داره که حالا درس فکر کنم 4 بهش میرسیم. پیاچره به معنی دوست داشتن هم هست. وقتی یه چیزی رو بخواید بگید فلان چیز رو دوست دارم از ورب پیاچره استفاده میکنیم. Quindi. پیاچره هم میشه دوست داشتن هم میشه خوشبختم. وقتی میخواید با یکی سلام علیکم. میرسیم به 100% همیشه باید باشه حضور داره سپگتی توی زبان ایتالیایی این اصلا یک چیز مقدسیه پاستا و سپگتی مقدس هم دیگه اصلا با کافه بعدش چی؟ اول سپگتی میخوریم بعد میریم کافه کنی سپگتی که میشه چی؟ همون سپگتی خودمون که تو فارسی میگیم سپگتی که اونم خودش یه فرهنگی داره و یه داستانی داره و یه روشی داره و اصلا حالا نگم براتون نمرو 4 پارولا نمرو 4 گاتو گربه ببینید دارم یه ویدیو درست میکنم حالا ایشالا توی فکر کنم یکی دو روز آینده آپلود میکنم توی یوتیوب در مورد تلفظ کردن یه سری کلماته یه نکته که میتونم بهتون بگم که حالا تو اون ویدیو یه سری نکته ها گفتم این نکته دیگه این که سعی کنید که وقتی من میگم کلمه شما تو ذهنتون علاوه بر اینکه تکرار میکنید بگی چون گفتم تو از نظر ادا کردن اون کلمه با ذهن خیلی فرق میکنه و یه نکته دیگه این که ما تو فارسی که و گه رو میریم ایزن متفاوت با ایتالیایی ها میگیم مثلا بچه های زبان فارسی اینو گتو میگن گه میگن گه یعنی اینگاه تو دهن داره میاد ولی ایتالیایی ها اینو گلو میگن میگن گتو مثل کلمه خونه که میبینم میشنم و میگن کازا ولی نه از کازا که قشنگ تای گلویه این هم همینطور گربه میشه گتو numero 5 parola numero 5 ciao یاد گرفتید که ciao میشه چی سلام کلمه بعدی cinema همون سینماه ولی حواستون باشه cine تو زبان ایتالیایی cinema خونده میشه کلمه بعدی chitarra gelato بستنی جلاتو بستنی جورناله روزنامه جورناله فرماجو پنیر فرماجو کانه میبینید کانه سگ زوکرو این یه ذره سخت زوکرو و l'ultima parola, آخرین کلمه, medico, پزشک, medico. یه چند تا نکته همینجوری سریع بهتون بگم بعد میایم با تمرکز بیشتر حالا تو ویدیوهای دیگه میام اینو قشنگ توضیح میدم. شما یادتونه تو ویدیو اولی که نگاه کردید ما نومی ها رو یاد گرفتیم. گفتیم سینگولار فمینیله، پلورال فمینیله، نمیدونم سینگولار مسکیله و پلورال مسکیله. گفتیم اگه کلمه ما با ا تموم میشد یادتونه دیگه اونا رو خب ببینید الان یه سری از کلمه ها براتون شاید یه ذره گنگ باشه براتون به من بگید که خب پس چرا مثلا اینجا خب چاو که نمیتونیم مثلا جنسیت بهش بدیم مثلا چینه من این ا رو میبینم میگم خب اوکی 100% مؤنثه با ا تموم شده خب دو تا نکته بهتون بگم یک این که حتی نکته اول رو که تو ویدیو یک بهتون گفتم گفتیم شیعها میتونیم جمع ببندیم نمیتونیم مذکر مؤنثش کنیم ولی میتونیم جمع ببندیم این نکته رو حتما یادتونه نکته شماره دو کلمه های خارجی یعنی یک کلمه خارجی تپ افتاده توی کلمه ایتالیایی اینجوری بهتون میگم بدون هیچ ادیتی بدون کلمه خارجی رو ما اومدیم تو زبان ایتالیایی استفاده کردیم خب اون کلمه حتما مذکر محسوب میشه بی برو برگرد پس کافه
ایتالیایی هست اما کلمش فرانسویه. کافه مذکر محسوب میشه. سپاگتی، اوکی جمع مذکره چون مفردش میشه سپاگتو. گاتو مذکره جمعش میشه گاتی. چینما، اوکی با ا تموم میشه ولی چون خارجیه مذکره. کیتارا مؤنثه، مفرد مؤنثه. جلاتو مفرد مذکره. جورناله رو فعلا یه ذره بذاریمش کنار، فعلا نمیخوام نکتهشو بهتون بگم چون خیلی دیگه سنگین میشه. فرماجو مفرد مذکر. کانه هم جزو اون چیزاست که با جورناله باید بیاد کنار. زوکرو مفرد مذکر. مدیکو مفرد مذکر. پس الان بجز کلمه جورناله، کانه که گفتیم استثنای بذاریمش کنار، چاو هم سلام و احوال پرسی دیگه مذکر و مؤنث نداره، و کافه و فعل پیاچره رو شما بقیه‌اش رو میتونید چیکار کنید، باش بازی کنید. اگر مثلا مفرد مذکر جمعش جمع کنیدش، یا اگه جمع مفردش بکنید، یه ذره با این کلمه ها بازی بکنید که یکم براتون جا بیفته. این تمرینی باشه ادامه از ویدیو یک. خب اینجا یه ذره با تلفظ ها میخواییم بیشتر تمرین کنیم. اینم تمرین کنیم حتما تو خونه. ببینید صدای چ، چاو باید پیدا کنیم تو این کلمه ها و بنویسید شما تمرین کنیم. مثلا چ مثل چاو داریم چی؟ پیاچره. یا مثلا کافه که چی داریم؟ کیتارا. پس می نویسیمش. جلاتو ج، جورناله و پیدا میکنید برقش رو مینویسید. گ مثل گاتو پیدا میکنید از کلمه ها، مثل چی؟ مثل سپاگتی و مینویسید. این تمرین باشه برای تو خونه واسه شما. خب پس یه ذرم با کلمه ها آشنا شدیم. سعی کنید برای اینکه بعد سخت نشه یواش یواش کلمه ها رو حفظ کنید. مثلا حفظ کنید سپاگتی، حالا این خیلی تابلو، کانه، گاتو، چینما، کافه. مثلا اینا رو کم کم شروع کنید حفظ بکنید که دیگه تلمبار نشه، کلمه ها زیاد بشه بعد براتون سخت بشه. خب نمره آتو میگه الی دی دو و، و یادتونه و شما از دی میشه از دو و. اپاستروفو رو دیدید؟ میبینید اینجا؟ پس اینجا قبلا یه چیز دیگه ای بوده پس شده. دی دو و میشه شما از کجا هستید، یعنی مال کجا هستید. اصل این جمله این بوده ای لی دی دو و ای، اصل جمله این بوده که گفتیم چون اینجا یه دونه وکال هست بعدش هم با یه وکال دیگه اومده، نمیتونن بغل هم وایسن، اینجوری ترکیب میشن و میشه الی دی دوه و شما از کجا هستید. دوه میشه کجا، ارو که دیدی میشه هستید، دی هم گفتیم از. وقتی این سوال از شما میپرسن الی دی دوه یا تو دی دوه سی، تو از کجا هست؟ یعنی اهلیتت کجاییه؟ به قول معروف بچه کجایی؟ خب دی دو به سی یا دی دو به مال کجا هستی؟ مال کجا هستید؟ میگه دی دو به سی از کجا هستی؟ دی دو به از کجا هستید؟ تو محترم. خب یه مکالمه خیلی ساده برای یاد گرفتن این سری ملیت ها و یه سری کشور ها. میگه لی ایتالیانا، شما ایتالیایی هستید. ببینید ایتالیانا یعنی ایتالیایی که مؤنثه، خب چون ملیت ها ایتالیانا، ایتالیانو، پرسیانا یعنی پارسی، پرسیانا، پرسیانو یا ایرانیانو، ایرانیانا، اینا عوض میشه. من مثلا میگم ایتالیانا، پرسیانا، یه مذکر میگه چی؟ ایتالیانو، پرسیانو. پس این تفاوتش هست. میگه لی ایتالیانا سی، الی انگلیزه،
میگه بله و شما هستید انگلیسی؟ نه سونو ایرلندزه. میگه نه من ایرلندی هستم. ایرلندزه میگه آها ایرلندی. سی سونو دی دوبلینو. الی دی دوه. پس این جای خالی شماره یکمون میشه. سی سونو دی دوبلینو. مال دوبلین هستم. الی دی دوه. با شما مال کجا هستید؟ دی ورونا. از شهر ورونا. همون شهری که رومئو و جولیت بودن و از این داستان شهر خیلی معروفیه. ببینید پس وقتی میخواید اهلیت یه جایی رو بگید به طرف حتما از دی باید استفاده کنید. از میبینید میگه سونو دی دوبلینو مال دوبلین هستم. دی ورونا مال ورونا هستم. پس این دیه حتما باید باشه برای اهلیت بود. اصلیت خودتو وقتی میخوای بگی. خب یه نکته دیگه بهتون بگم. توی زبان ایتالیایی جمله بندی متفاوته با زبان انگلیسی. نکته خیلی خیلی مهمی که من بارها و بارها تو کلاس ها میگم و دوستان میگم و بچه ها میگم اینه که وقتی میخواید جمله بندی کنید همیشه فارسی فکر کنید. همیشه به خاطر اینکه نوع جمله درست کردم و نوع ترکیب خیلی شبیه فارسی هستش. انگلیسی فقط میتونه شما رو برای حفظ کلمات کمک بکنه به خاطر اینکه بعضی کلمات خیلی شبیه انگلیسی هستش. ولی برای جمله بندی حتما شما فارسی بک‌گراند فارسی باید داشته باشید تو ذهنتون. اصلا انگلیسی رو بذارید کنار. خب و یه نکته دیگه هم که هست، اگه نگاه کنید سوال پرسیدن و جواب دادن توی زبان ایتالیایی فرقی نمی‌کنه. فقط تونه جمله فرق میکنه. مثلا یعنی چی؟ من اگه بگم شما ایتالیایی هستید دقیقا همین رو بنویسم. لی ایتالیانا یعنی او یا تو محترمان شما ایتالیایی هستید. میگم لی ایتالیانا. ولی توی سوال پرسیدم میام یه ذره استرس کلمه ها یا حالت اون تاکید و تاکید نمیشه گفت حالت بالا پایین کردن جمله همو بیشتر میکنم. میگم که لی ایتالیانا یا میذار کشش میدم لی ایتالیانا. یا میگم انگلیزه. اونجا میگم اگه نخوام سوال بسن میگم انگلیزه چیزه تاکیدیه. ولی اینجا میگم انگلیزه ازر میام قیرش میدم انگلیزه اینجوری. خب پس این از جمله درست کردن. تفاوتش اینه که نباید چیزی رو جابجا کنید. همونجوری که می نویسید یه علامت سوال بذارید تا شما میتونید جمله رو سوالی کنید. خب سی تدسکو نمرو دو. سی تدسکو میگه آلمانی هستی. تدسکو میگه نو سونو آوستریاکو. میگه هستم اتریشی. سونو آوستریاکو. ای تو دی دوه سی. شماره دو. دی دوه سی. میبینی این مکالمه دوستانه است چون از سی داره استفاده میکنه. هستی. ای تو دی دوه سی. و تو مال کجا هستی؟ میگه سونو ایتالیانا. ایتالیایی هستم. و طرف میفهمه که مؤنث ایتالیانا. دی جنوا. اهلیتم مال کجاست؟ جنوا هستش. از جنوا. مثلا یه نفر ایرانیه مال اصفهان. خب میگه سونو مذکرم بخوایم بگیم ایرانیانو. ایرانیانو دی اهلیتش رو میخواد نشون بده اصفهان. وقتی ایتالیا میگن اصفهان ولی خب اصفهان ایتالیا بنویسیم. خب اصفهان. سونو ایرانیانو دی اصفهان. پس این دیه نشون دهنده اهلیت تو هستش که از کجا اومدی. اول ملیت سونو ایرانیانو سونو ایتالیانو سونو تدسکو سونو انگلیزه. بعد دی فلان شهر. حالا یه سری ملیت ها و یه سری کشورها رو دقیقا اینجا داریم. پس پایزی کشورها ناسیونالیتا ملیت ها. ببینید داریم. من زوم کنم شاید شما اینجور بهترم ببینید. حتی سعی کنید که کتاب خودتون باز کنید که کیفیتش بهتر بشه.
ایتالیا ایتالیا مسکیلش میشه ایتالیانو مؤنثش میشه فمینیلش میشه ایتالیانا. بعد داریم جرمنیا آلمان، اما آلمانی میشه تدسکو تدسکا، یه ذره متفاوت تر. آوستریا اتریش، آوستریاکو حواستون باشه، آوستریاکو آوستریاکا. یه نکته بهتون بگم که ما توی زبان ایتالیایی هیچی رو، یکی از فیلم‌های کمدی ایتالیایی میگفتش که ما توی ایتالیایی هیچی رو دور نمی‌ریزیم، همه رو میگیم و واقعا همینطوریه. ببینید آوستریاکو یعنی نیست چیزی رو بخورید نگید، همه رو باید بگید آوستریاکو آوستریاکا. بعدی سوئیسرا، اینو بچه خیلی سختشونه بگه و حق هم دارن چون یه ذره سخته. سوئیس میشه سوئیسرا 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 و سوئیسی میشه سوئیسرو سوئیسرا. اسپانیا اسپانیولو اسپانیولو اسپانیولا. سعی کنید برای اینکه یه لحجه قشنگ‌تری هم داشته باشید سخته ولی تمرین کنید. من معمولا خیلی رو این تاکید میکنم. ببینید ایرانی معمولا کسی که زبان غیر ایرانی بلد نیستن معمولا همیشه میرن اول اس ای میذارن، مثلا میگن اسپانیا میگن اسپانیولو. نه حواستون باشه ای نداره قبلش، اسپانیولو با س شروع کنید. اسپانیولو اولش سخته ولی باور کنید چند بار تکرار کنید به مرور زمان براتون جا میفته. پس اسپانیا نگید، میگید اسپانیا اسپانیولو اسپانیولا. پس اینو تکرار کنید حتما. انگلترا انگلیس. انگلیس خوبیش اینه که حالا مذکر و مؤنثش فمینیل و مسکلش یکیه. انگلیسی میشه انگلیزه انگلیزه. ایرلندا ایرلندزه ایرلندزه. پرتغالو پرتغال پرتغیزه پرتغیزه. فرانچا فرانسه فرانچا فرانچزه فرانچزه. خب آن ایران هم بگیم. ایران ایران اوکی میشه ایرانیانو ایرانیانا مذکر مؤنث. خیلی حالا دوستان به جای ایران بگن پرسیا بهتر میشناسن، پرسیا رو یه دید بهتری دارن ازش. پرسیانو پرسیانا هر کدوم که دوست داری. پس ایران میشه ایرانیانو ایرانیانا، پرسیا میشه پرسیانو پرسیانا. ایرانی و پارسی پارس پارسی اوکی. خب این از ایرانی هم گفتیم. این تمرین رو توی خونه حل کنید. شماره 9 نمره 9 میگه ریکنستروییشی ای دیالوگی، یعنی بازسازی کن دیالوگ ها رو. ببینید یک دیالوگ نمره 1 نمره 2 نمره 3 امروز هم عدد رو میخون که اینجا A, B, C یا ایتالیاییش رو بخواییم میگیم ابیچی داره. شما باید این ابیچی ها رو توی این مکالمه ها جایگزین کنید تا این یک معنی داشته باشه. حلش بکنید. اگه ایرادی داشتی حتما بهم بگید یا اصلا برام بفرستید تلگرام که بدونیم که درست هستش یا نه. ولی دقت بکنید یه دونه سوالش یه ذره گول زننده است، یه تیکش یه ذره گول زننده است. دو بار سه بار بخونید تا کاملا جا بیفته واسه. خب آخرین نکته که دیگه بعد تموم کنیم کلاسو دیگه خیلی مطالب سنگین نشه، چون شما دو تا فعل مهم یاد گرفتید استر و وره، پرونومی های مهم رو یاد گرفتید من تو او ما شما ایشان، دیگه بیس جمله سازی من هستم تو هستی او اسمش هست من اسمم هست اینا بیس هستن، ولی خب خیلی کلمه های دیگه یاد گرفتید، مثلا همون کلمه هایی که کار کردیم. اینا رو سعی کنید بعد جلسه بعد خوب یاد بگیرید.
باش میتونین کم کم جمله بسازید، حالا تا یکی دو جلسه دیگه. جمله ساده اما کم کم جمله بندی کردن رو یاد بگیر. میرسیم به اعداد. همیشه مهمه، اعداد رو باید بلد باشیم. پجینه اون دیشی صفحه 11 نومری اعداد، مفردش میشه نومرو، عدد. ببین من میخونم از روی عدد، شما حتما سعی کنید تکرار کنید، حتما تکرار کنید، تکرار کنید، گوش کنید، تکرار کنید تا تلفظتون خوبه 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 خوب بشه. خب بریم. زیرو، زیرو، اونو، دوه، تره، کواترو، چینکوه، چینکوه، سی، سته، آتو، آتو، نوه، دیچی، اوندیچی، دودیچی، تردیچی، کواتوردیچی، کویندیچی، سیدیچی، دیچاسette، دیچاسette، دیچوتو، دیچوتو، دیچانوه، ونتی. و باید دیگه سریع تر از روش میخونم. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. پس این اعدادی هست از 0 تا 20. خب که از 0 تا 20 ذره از همه سخت تره، از 20 به بعد خیلی راحت تر میشه. چرا؟ من این ذره مینیمایز کنم که بتونم اینم کنارش بیارم واسهتون. ببینید مثلا میخواهیم 21 رو درست کنیم، میریم مینویسیم 20 میشه چی؟ 20. اینجا هست 20. می‌نویسم یک میشه چی؟ 1. درسته؟ خب این ولی چون دوتا وکاله، دوتا کلمه بودن دیگه قاعدتاً، چون بغل همه اینا میان یکی میشن، میشه 21. 21. کلمه بعدی 20. 20. دو میشه چی؟ 2. اوکیه. 22 میشه 22. هیچ کاری هم نمی کنیمش. 23 23 24 میام چه پایین تر. 24 24 25 25 26 26 27 27. حالا اینجا رو دقت کنید. 28 هم قاعده 21 اینجوری نمیتونه بمونه، میشه 28. 28. 29 29 و در نهایت میرسیم به 30. 30 همین اتفاق میفته، یعنی 30 31 32 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, باز دوباره میرسیم به 40, 40. باز همون قاعده هی تکرار میشه، چون فقط 1 و 8 هستش که اذیتمون میکنه دیگه، بقیه‌اش رو فقط میایم بهش میچسبونیم. پس 30 میشه چی؟ میشه کجا رفتم؟ 30 میشه 30، 40 میشه 40، 50 میشه 50، 50، 60 میشه 60، 70 میشه 70، 80 میشه 80، 90 میشه 90 و در نهایت آخرش میشه
100 sad tas 30 40 50 60 70 80 90 100 و فعلا من اینجا وای میسم. قاعدش برای 101 2 5 راحته، ولی نمیخوام دیگه خیلی زیاد بشه که بعد فکر کنید خیلی سخت شده. آروم آروم بیایم، خیلی بهتر هستش تا یه دفعه همه چی بگیم و همه چی قراقاتی بشه. پس فعلا تا 100 حتما حتما خوب یاد بگیرید که میگم باز تکرار میکنم تلمبار نشه مطالب. خب بچه ها، من اینجا وای میسم برای این درس، یعنی همون چیزی رو که میخواستم، چون هدفم این بود که تا آخر اعداد بهتون بگم. یعنی قاعدتاً شما الان ببینید، ما هرچی که گرامری که درس دو بود که من میخواستم بهتون بگم و گفتم، فعل بودن داشتن، فعل نامیده شدن و اعداد و همچنین جمله‌های ساده، از کجا میای، اسمت چیه، من مثلا ایتالیایی هستم، من ایرانی هستم، من سوئیسی هستم. پس اینا رو هم کم کم شما یاد گرفتید. کم کم باید تکرار کنید. پس برای جلسه بعد خواهشی که دارم، اگه میخواید که نتیجه خوبی داشته باشه، اینه که بذار من اینو ببندم اصلا. منو ببینید، بیشتر گنده تر ببینید. شد؟ نه. خواهشی که دارم اینه که برای جلسه بعد خوب خوب اینا رو بخونید، خوب خوب اینا رو تکرار بکنید، از جلسه اول تا حالا جلسه بعدی که خواهیم داشت، که حتما تو اینستاگرام می نویسم واسهتون کی هستش، خوب خوب از جلسه اول زور شروع کنید، هی تکرار کنید. جلسه اول خیلی نیاز به تکرار هست، خیلی نیاز به تکرار هست، و بعد که دیگه لولتون به یه جا رسید، دیگه نیاز به این همه تکرار کردن و این همه تلاش کردن نداره. با همون درس خودتون رو خوب بخونید کافی هستش. پس تو جلسه بعد پرونونچه رو خوب یاد بگیرید، پریمی کنتتی ها رو خوب یاد بگیرید، مذکر مؤنث رو خوب یاد بگیرید. این کلمه‌ای که امروز خوندیم، کافه، چینما، اسپاگتی، کانه، گاتو، اینا رو خوب یاد بگیرید. فعل بودن 100% و فعل داشتن 100% خوب یاد بگیرید. اعدادم یاد بگیرید تا جلسه بعد یه درس یکمون که تموم میشه هیچ، میریم سراغ درس دو. پس درس یک رو تموم میکنیم، میریم سراغ درس دو و اون موقع است که دیگه بازم حالا نکته‌های جدید میگیم و شروع میکنیم یواش یواش به گرامرهای جدید. میتونید هم PDFی که واسهتون فرستادم ببینید که برنامه درسیمون تا درس‌های دیگه چجوری هستش. خب امیدوارم که کلاس خوبی بوده باشه واسهتون. میگم من حالا کامنت‌ها رو باز میکنم، سعی کردم باز کنم ولی نتونستم باز کنم، ولی حالا باش یه ذره کار میکنم باز میکنم. لینک دانلود کتابم براتون گذاشتم، PDF هم براتون گذاشتم و توی تلگرام حتما برام بنویسید که تمرین رو هر کردی برام بنویسید، سوال دارید حتما تو تلگرام براتون گذاشتم، بپرسید سوالاتونو، اگه نکته‌ای هست که متوجه نشدید بگید، من حتما براتون وایس میذارم یا براتون تایپ میکنم، اگه نیازی هستم براتون مثال بیشتر میذارم، بیشتر براتون میذارم. خب امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.